سلام خوش اومدید به کلاس درس یک مرور سریع بکنیم که در ویدیو قبل در مورد سطح شیبدار به کجا رسیدیم دیدیم که اگر یک جسم روی سطح شیبدار باشه من محور مختصاتم رو اینجوری انتخاب میکنم و یک نیروی گرانشی عمود داره وارد میشه بر این جسم که من میتونم اون نیروی گرانش رو تجزیه بکنم به دو مؤلفه در راستای محورهای مختصاتی که انتخاب کردم یعنی WX و w وای و دیدم که طبق قانون دوم نیوتون برای اینکه جسم من در راستای این محور وای هایی که انتخاب کردم حرکت نکنه که نمیکنه نیروی عمودی تکیگاه من باید برابر باشه با mg کسینوس آلفا و نیروی افقی هم دیدیم که برابر بود با mg سینوس آلفا و همه اینها از اینجا میومد که این زاویه هم برابر بود با آلفا و این جسم من شروع میکرد حرکت کردن در راستای محور X ها اگر هیچ استکاکی نبود در مورد این استکاک در این ویدیو صحبت میکنیم اگر هیچ استکاکی نبود جسم من شروع میکرد حرکت کردن در این راستا و طبق قانون دوم نیوتن باز هم شتابش برابر میشد با ج سینوس آلفا حالا فرض بکنید که این سطح من یک سطح واقعی باشه یعنی من اینجا استکاک داشته باشم به همون دلایلی که در سطوح جهان ما استکاک پدید میومد و از شما بپرسن یعنی در حقیقت به شما این اطلاع رو بدن که فرض کنید جسم ساکن است فرض کنید جسم من ساکنه روی این سطح شیب دار در این صورت از شما میپرسن که نیروی استکاک وارد بر جسم چیست پس نیروی استکاک وارد بر جسم را حساب بکنید خب حالا من میدونم که جسم ساکنه در نتیجه یک استکاکی اینجا وجود داره که جسم رو نگه داشته البته اگر اتومبیل باشه این نیرویی که جسم رو ساکن نگه داشته میتونه مثلا ترمز دستی باشه اما الان من فرض میکنم که فقط نیروی استکاک داره برای این در این راستا وارد میشه و این ماشین نیست صرفا یک جعب است حالا به من گفته شده که نیروی استکاک رو حساب بکنید خب من باید برم سراغ چه قانونی کلا یک قانون که بیشتر نداریم قانون دومه نیوتون و من میدونم که در راستای محور X ها برایند نیروهای وارد بر این جسم یعنی اف ایکس برایند نیروهای وارد بر جسم در راستای محور X ها هست بردار دبلیو ایکس و علاوه بردار استکاک درسته من این رو میدونم و میدونم که این باید مساوی باشه با جرم ضرب در شتاب در راستای محور X ها از طرف دیگه به من گفته شده که جسم ساکنه بنابراین این شتاب صفره من بلافاصله فاصله نتیجه میگیرم که WX یا منفی w x مساوی هست با نیروی استکاک در حقیقت اندازه نیروی استکاک مساوی هست با m سینوس آلفا یعنی اندازه w و جهتش دقیقا در جهت عکس معلفه x نیروی گرانش هست که تونسته این رو ساکن نگه داره بنابراین مادامی که جسم ساکن هست نیروی استکاک برابر با معلفه x محور معلفه x نیروی گرانش هست حالا بیایید فرض بکنید که من شروع کنم این آلفا رو زیاد کردن در این جهتی که اینجا رسم کردم یعنی بیام دائم و دائم آلفا رو بیشتر و بیشتر بکنم چه اتفاقی میفته؟ خب یک اتفاقی که قطعا میفته اینه که این سینوس آلفا شروع میکنه زیاد و زیاد شدن بنابراین این دبلیو من شروع میکنه زیاد و زیاد شدن و بنابراین این FS من یعنی نیروی استکاک استای من شروع میکنه زیاد و زیاد شدن اما آیا این میتونه تا ابد ادامه پیدا کنه یعنی نیروی استقاق کیسای من آیا لزوما تا ابد بر این غلبه میکنه مثلا اگر این سطح یخ باشه آیا اگر شما این زاویه رو خیلی زیاد بکنید هر جرمی بالاخره لیز نمیخوره و بیاد پایین فکر کنم جواب همتون به این سوال مثبته چرا چون من میدونم که یک نیروی استکاک ایستایی من یک حد اکثری داره که من اون رو با اف اس نشون میدادم در ویدیوهای قبل با هم دیدیم که مقدارش برابر هست با ضریب استکاک ایستایی ضرب در نیروی عمودی تکیگاه که این مساوی میشه با ضریب استکاک ایستایی ضرب در ام ج کسینوس آلفا چون من نشون دادم که نیروی عمودی تکیگاه برابر با ام ج کسینوس الفا هست خب اما الان یک اتفاق خیلی جالبتر هم داره میافته چی؟ اون هم اینه که وقتی که من این آلفا رو شروع میکنم زیاد و زیاد کردن نه تنها این دبلیو ایکس داره شروع میکنه زیاد و زیاد شدن بنابراین این دبلیو ایکس من با آلفا شروع میکنه زیاد و زیاد شدن که این نیروی عمودی گاه من که برابر با این معلفه هست معلفه ای محور وای های نیروی گرانش شروع میکنه کم و کم شدن چون کسینوس آلفا وقتی که آلفا رو از صفر میبرید به سمت 90 درجه یک تابع نزولیه یعنی کم و کمتر میشه برای اینکه این رو باورتون بشه بذارید من یک فیلم نشون بدم که تجزیه نیروی گرانش روی دو محور رو به زیبایی و خیلی کوتاه به شما نشون میده خب ببینید این الان یک سطح شیبدار هست با زاویه بتا و این هم یک جرم هست که روی این قرار داره من اینو از سایت یوتیوب از ویدیوهای فکر کنم دارک ساینس کانال دارک ساینس آوردم این سطح شیب داره من رو من دارم این زاویهش رو دائم زیاد میکنم الان فیلمش رو براتون پخش میکنم این نیروی بنفش نیروی گرانشه و این دوتا یعنی این آبی و این صورتی بنفش تجزیهش روی دو معلفه ی وای ها یعنی آبی وای ها و بنفش ایکس ها هستن حالا من میام و این رو زاویهش رو زیاد میکنم شما تماشا بکنید میبینید که به صورت دائم این معلفه داره بزرگ و بزرگتر میشه یعنی x ها و معلفه y های معلفه عمود داره دائم و دائم کمتر میشه یعنی این n که اینجا رسم نشده ولی شما میدونید برابر این بردار آبی رنگ هست دائم کمتر و کمتر میشه کم میشه کم میشه تا جایی که اصلا برسه و در 90 درجه تبدیل به صفر بشه یعنی من هیچ معلفه عمودی ندارم و جسمم عملا سقوط آزاد خواهد کرد من یک بار دیگه این رو به شما از اول نشون میدم خودتون ببینید این تغییرات رو خب فکر میکنم کافی و اندازه کافی جالب بود برگردیم سر کلاس درسمون خب پس من نشون دادم که تا موقعی که این جسم ساکنه وقتی که آلفا زیاد میشه نیروی استکاک شروع میکنه زیاد شدن و رابطش, هست، رابطش هم هست ام سینوس آلفا بنابراین من اگر نیروی استکاک رو بر اساس آلفا بخوام رسم میکنم نمودارش رو مثلا یک همچین شکلی خواهد بود که سینوسی هست و این تا کجا ادامه پیدا میکنه تا جایی ادامه پیدا میکنه که این جسم من دیگه حرکت نکرده باشه وقتی که جسم من شروع بکنه به حرکت کردن یعنی وقتی که این نیرویی که داره اون رو به سمت پایین میکشه یعنی WX مساوی بشه با حد اکثر نیروی استقاک ایستایی یعنی میو اس ام جه کوسینوس آلفا و دبلیو ایکس هم که میدونم هست ام جه سینوس آلفا وقتی که این دوتا برابر بشن در این صورت جسم من در آستانه حرکت قرار میگیره و این دیگه حداکثر نیروی استکاکی هست که بهش وارد خواهد شد به صورت ایستایی و این شرط کی قرار میشه من اگر این عبارت رو با این عبارت قرار برابر قرار بدم ام ها هم دیگه رو ساده میکنن میو اس مساوی میشه با تانجانت آلفا بنابراین وقتی که تانجانت آلفا مساوی میشه با میو در حقیقت ضریب استکاک ایستایی مساوی میشه با تانژانت این زاویه اونجا جایی که من در آستانه حرکتم و اگر یک ذره و فقط یک اپسیلون آلفا رو بیشتر بکنم جسمم حرکت خواهد کرد و دیگه من نیروی استکاک ایستایی نخواهم داشت و باید برم سراغ استکاک جنبشی که در ویدئوی بعد رو بررسی میکنیم اما این نقطه نقطه آستانه حرکت یعنی تانژانت آلفا باید برابر بشه با ضریب استکاک ایستایی و حالا شاید وقت خوبی باشه که من بخوام این آزمایشگاه سطح شیبدارمون رو به شما معرفی بکنم خب این آزمایشگاه سطح شیبداری است که من اون رو هم از گروه پی اچ ای دانشگاه کلرادو آوردم و به وبسایت هم اضافه خواهد شد وقتی که این ویدیو به وبسایت اضافه بشه بنابراین الان شما میتونید برید و با این آزمایشگاه کار بکنید داستان آزمایشگاه هم از این قراره که خیلی امکانات داره من نمیخوام وارد همه امکاناتش بشم فعلا فقط میخوایم به این سطح شیبدار نگاه کنیم که این نیروی صورتی رنگ نیروی عمود تکگاه هست این نیروی آبی رنگی که به سمت پایینه وزن هست در حقیقت نیروی گرانش و این نیروی قرمز رنگی که اینجا هست نیروی استکاک هست من میتونم این رو تغییر بدم مثلا میتونم زاویهش رو کم بکنم و این برای من میاد سه تا نیرو رسم میکنه من با این وسطی کاری ندارم این دو تا نیرو یعنی نیروی قرمز رنگ و نیروی آبی رنگ قرمز نیروی استکاک آبیه نیروی معلفه x گرانش هست یعنی معلفه x ها در حقیقت در راستای سطح شیبدار گرانش رو به من میده دقیقا این نیروی اینجا رسب کردم یعنی امج سینوس آلفا نمودار آبی رنگ هست که من اینجا میبینم خب حالا من اینو پاک میکنم من الان میبینم که این جسم ساکنه یعنی نیروی استکاک تونسته این جسم رو ساکن نگه داره حالا شروع میکنم زیاد کردن یعنی میام این زاویه رو بیشتر میکنم میبینید که روی این شکل من اگر متوقفش بکنم نیروی استکاک دائم زیاد میشه چرا دقیقا به همین دلیلی که اینجا دیدیم نیروی استکاک همواره برابر هست با این امج سینوس آلفا و وقتی که من زیاد میکنم آلفا رو نیروی استکاک زیاد و زیادتر میشه به شکل سینوسی و اگر من این کار رو ادامه بدم و ادامه بدم همینطور نیروی استکاک بیشتر و بیشتر میشه و همه جا دقت کنید که برابر هست دقیقا با این نیروی معلفه x های گرانش یعنی امج سینوس آلفا کاملا با هم برابر هستن و این تا جای ادامه پیدا میکنه که جسم من حرکت نکرده باشه وقتی که جسم من حرکت میکنه یعنی در حقیقت اول در آستانه حرکت قرار میگیره و بعد حرکت میکنه دیگه نیروی استکاک تبدیل میشه به نیروی استکاک جنبشی که من در ویدئوهای بعد میخوام بررسیش بکنم اما چیزی که خواستم در این آزمایشگاه ببینید اولا معرفی خود آزمایشگاه بود امکاناتش رو به مرور باید آشناشیم و بعد اینکه این دو نیرو کاملا با هم برابر هستن تا نقطه‌ای که برسیم به آستانه حرکت و این جسم شروع کنه حرکت کردن که در ویدئوی بعد میخوایم اون رو هم با هم بررسی بکنیم فعلا خداحافظ